خانم رستمی عزیزم که کارشون انجام دادن. خسته نباشید خانم، خیلی ممنون. چقدر خوشگل و قشنگ شد. خواهش می‌کنم. توضیح بفرمایید. بله، عرض کردم خدمتتون تا این مرحله کار رسیدیم که ما زمان می‌دیم 12 دقیقه تا اسپناج در به اصطلاح سوپ اسپناجمون به اصطلاح بخار پز بشه و احتیاج نیست مثل آشته خیلی جا بیفته. و در نهایت هنگامی که به اصطلاح اسپناج ما بعد از 12 دقیقه زمان پخت که بهش دادیم، اون رو با بشکوب برقیه یا همون میکسر به اصطلاح قرار قابلمه میکس می‌کنیم و در انتهای کار ما خامه رو اضافه میکنیم و بدون اینکه جوش بخوره برش میداریم. این سوپ اسپناج هست تقدیم به همه دوستان و کدوانه های ایرونی که بسیار لذیذه، پر از ویتامین خاص خودش رو داره. و بعد هم اون خوراک مرغ که عرض کردم خدمتون، اون هم به اصطلاح 2 دقیقه زمان میدیم قبل از اینکه برش داریم. پنیر پیتزامون رو اضافه میکنیم، در جهت چپ و راست یک هم میزنیم و بعد خامه‌مون رو اضافه و بلافاصله، یعنی بیدرنگ بعد از که خامه رو اضافه کردیم شعله رو خاموش میکنیم. بله، که حالا شما با تزیین‌های مختلف اینا رو درست کنید. همونجور که ملاحظه میفرمایید میتونید این خوراک مرغ رو با به اصطلاح اسپاگتی یا ماکارونی و یا برنج شما میل بکنید و یا سرو بکنید. قانون هم به اصطلاح این رو غذاتون رو مزه دار کنید. بله، اینم گلای زیبایی که تقدیم میکنم با این سوپ و با این خوراک مرغ به همه دوستان عزیزم، دفترخانه‌ها، کارگردان، سفرخانه‌ها و همه کدوانه‌های ایرونی. متشکرم. از حسن سلیقتون خیلی ممنون. خیلی تزیین قشنگی داشت. انشالله که همیشه موفق باشید. خانم مرکز پرکار از همراهی شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. انشالله که مجموعه تلاش همه همکاران مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از همراهیتون من که خیلی خوشحال شدم. بقیه هم احتمالاً همینطور. شما هم که خواهش میکنم. با شما همراهی شما تا دیدار آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار شما. قربان شما. خدا.